تا به امروز میگفتند ورزش ربطی به سیاست نداره، حق ایران رو درباره میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان زیر پا میذارن، اون هم به خاطر یک مسئله کاملا داخلی و سیاسی. تقویمی که ما با ABC قطعی کانفرم کرده بودیم، قطعی شده بودیم که قهرمانی نوجوانان جهان در ایران برگزار بشه. خب اجلاس تموم شد، به یک باره خب رئیس فدراسیون جهانی آقای گراسات کاغذی از جیبش در آورد و در اعتراض به یه اقدام دیگه‌ای که اصلا به ما ربطی نداره بس رو مطرح کرد که از کشورها خواست که ازش حمایت بکنن در این موضوع. چی بوده؟ بفهمید. مربوط به خب یک خانومی رو در مسابقات آسیایی، در مسابقات لیگ جهانی سال گذشته خارج از مجموعه استادیوم آزادی بنا به دلایلی که دستگاهی مربوطه میدونن ما هم نمیدونیم ایشون رو بازداشت میکنن، بعد از قرار معلوم آزاد میشه، پرونده ایشون رو مسکه بررسی میکنن، مجدداً ایشون رو دستگیر میکنن. بعد آقای گراسا این کاغذ دربار چی گفت؟ گفتن که چون این خانم رو دستگیر کردن ما واسه حمایت بکنیم که ایشون رو آزاد بکنن، چون در رابطه با تماشای بازی والیبال دستگیرش کردن. از یک موضوعی که خب ما الان تصاویر مختلفی داریم، در زمان مسابقات لیگ جهانی تعداد زیادی خانم تو سالن بودن. بله تو اون بازی هم بودن. چه هواداران تیم‌ها، هواداران تیم برزیل، هواداران تیم لهستان، هواداران تیم ایتالیا و تعداد زیادی گی خانم، چه کادر اجرایی که بودن، چه خبرنگارایی که بودن و چه تعداد زیادی از خانواده‌ها که توی سالن حضور داشتن. اصل این موضوع که یک خانومی رو برای تماشای والیبال دستگیر کردن حرف غلطی است. جالبه اونهایی که مدام میگن سیاست رو با ورزش دخیل نکنید، حالا درباره یک مسئله کاملا داخلی ایران که به گفته مراکز مسئول مربوط به مسائل امنیتیه، حق والیبالیست های ما رو میخورند. همه دنیا میدونن که من با بعضی از فدراسیون‌ها که صحبت میکردم خودشون هم میگفتن که موضوعی کاملا سیاسی است، اصلا ربطی به ورزش نداره. البته یه بهونه دیگه هم گرفتن که خانم‌ها رو راه بدین به سالن والیبال. اینها ظاهراً از مسائل داخلی ایران بی‌خبرند، چون همین دیشب در اولین شب لیگ والیبال خانم‌ها جز به تماشاگرها بودند. ولی به هر حال این یک مسئله داخلیه و ربطی به غریبه‌ها نداره. والیبالیست‌های ما امسال کولاک کردند. اونا هم انگار دیدن توی زمین حریفشون نمیشن، زمین بازی رو عوض کردند و کشوندند به میدون سیاست. پشت پرده موضوع چیست؟ ایران تبدیل شده به یه قدرت بزرگ در والیبال دنیا، شده ویترین موفقیت‌های نظام. دنبال بهانه می‌گردن یه جورایی تحت فشار قرار بدن. امشب ما یه بیانیه رو برای FIB می‌فرستیم و برای کمیته بین‌المللی المپیک می‌فرستیم که حقی از ما ضایع نشه.